افتخار بکنید به اینکه برای نوکری موزمان بود، افتخار بکنید تو این دور زمانی که خیلی نوکر خیلیان، نوکر امام زمانی، نوکر امامی که ندیدید. ایمان آوردید به سواد علی بیاض، به جوهر روی سفیدی، به جوهر، به کاغذ ایمان آوردید. حالان که کسانی بودن که از شفتین رسول الله، دو لب رسول الله من کنت مولا شنیدن و ایمان، افتخار کنید به این. منتها بدونید یک کالای ارزشمند دارید، بار شیشه دارید، یک شیطان مترصدی که هر لحظه ازتون بگیره، بندازه زمین بشه. فراموش نکنید دل یه آدم امام زمانی رو شکوندن خیلی عواقب داره. دل یه آدم امام زمانی رو شکوندن، فراموش نکنید یاری امام زمان خیلی وقتها میسر می شود فقط با یاری یاران امام زمان. طرف میخواست امام حسین رو یاری بکنه، باید کی رو یاری میکرد قبلش؟ مسلم. اصلا نمیتونست امام حسین رو یاری کنه، اصلا فاصله مکانی داشت، نمیتونست امام حسین کجا هست. اگر میخوای من حسین رو یاری کنی، الان مسلم رو یاری کن، یار من رو یاری کن. تقویت کنیم همدیگه رو، پشت همدیگه در بیاییم، منتها به شرطی که رویه خودمونم چی باشه؟ عقلانی باشه، رجوع بکنیم، چک کنیم، برید این افراد متخصص تو اون زمینه رو پیدا بکنید. باید رابطه داشته باشید با علما و متخلق به اخلاق باشید. این نکته رو دقت بفرمایید عزیزان. احکام مثل این شیشه است که محتوای دین و اثر دین رو حفظ میکنه. این لیوان آوردن گذاشتن اینجا به خاطر شیشهش نذاشتن، وگرنه یه پارچه شیشه می آوردن، یه گلدون شیشه می آوردن تا آبش آوردن. اما اگر این نباشه چیکار میکنه؟ فاتحه اینجا رو میخونه، لپتاپ منو میسوزونه، اما بهتر آبه. این محتوا به فساد کشیده میشه. این احکام حفظ میکند چیو؟ محتوا. اما یه وقت نشه که کلا شیشه گر بشه. ایرادی که حضرت عیسی گرفت به خاخامهای فریسی این بود، گفت شما چنان درگیر احکام شدید که اصلا یادتون رفته نقض غرض داره صورت میگیره، دارید احکام میتراشید که جامعتون رو نزول بگیره، جامعتون رو زنا بگیره، نسبت به اصل دین چی شدید؟ بیخیالی. هی حکم میدهید در مورد نجسی و پاکی پیاله، حالان که برایتان مهم نیست در درون این پیاله چه میخواهند بریزند. یعنی اگر این احکام من و تو رو به اخلاق نرسونه، اینی با اصل اتم به مکارم الاخلاق، این مکارم الاخلاق باید حاصل بشه، یعنی در اثر دینداری و عمل به این احکام روز به روز آدم با اخلاق تری بشی، وگرنه چه فایده ای داره؟ ما یک جاهای گم میکنیم مسیر خدا شده. دینمون سه بخشه، اخلاق، احکام، اون اصول. چی؟ اصول دین تقلیدی نیست، احکام تقلیدیه، اخلاق هم باید بهش برسه. مهدویت تو مهدویت انقلابی، مهدویت راکد منفعل نیست، مهدویتی که صدای یا مهدی اون تا سوریه و معزنه های داخل فلسطین اشغالی باید ببینه. این اگه شد نمیشه، وگرنه یه دیم بخوریم بخوابیم چاش، یعنی بخوریم بخوابیم که فقط حالا آقا خودش میاد دیگه چیکار داریم؟ میخواست بیاد تا 1400 ما رو سر کار بذاره زودتر میاد دیگه، قرار من تو بخوریم بخوابیم خودش بیاد. عصر پیچیده، عصر خاصیه. مبادا از قیس بن زخاک مشرقی باشیم، مبادا ترمه باشیم، اینا تو سپاه حضرت بودن، دقیقه 90 بلکنه رفت. یه وقت غرور نگیردت بگی به خدا من زبیر میبینم تنم میلرزه. شما نمیترسی؟ به قرآن والله به امام حسین من میترسم. من بزرگترین واهمه و خوفی که در دنیا دارم همینه، از هیچ چی دیگه نمیترسم، فقط از این میترسم. گفت بلندترین ارتفاع نگاه توه، میترسم از جلوی نگاه تو بیافتم یا صاحب هستم. یه روزی دست دعا تو بر نداری برم، امید هدایت به من دیگه از بین بره، من از این میترسم. سخت.
افتخار بکنید به اینکه برای نوکری مون زمان دارید میکنید، افتخار کنید به این، منتها بدونید یک کالای ارزشمند دارید، بار شیشه دارید، یک شیطان مترصدی که هر لحظه ازتون میگیره، بلز زمین بشه یه وقت غرور نگیردت بگید. گفت بلندترین ارتفاع نگاه توه، تو تصمیم از جلوی نگاه تو بیافتن بسار.